سلام دوستان عزیزم، من نیلا هستم و به چنل من خوش اومدین. امشب من اومدم محله تجریش، بریم با هم یه دوری توی خیابونای تجریش بزنیم و حالا هوای شبای تجریش رو با هم دیگه نگاه کنیم. میدان تجریش در شمالی ترین منطقه تهران قرار داره و از شمال به دربند و از جنوب به خیابون ولیعصر و از شرق به خیابون دکتر علی شریعتی محدود میشه. دسترسی به تجریش هم از طریق مترو و هم تاکسی و هم وسیله نقلیه شخصی به راحتی امکان پذیره. در اطراف تجریش چند تا پارکینگ طبقاتی وجود داره که اگر میخواین با وسیله نقلیه شخصی بیاین دیگه نگران جای پارک نباشین، میتونین ماشیناتون رو اونجا پارک کنین. این منطقه در حقیقت یکی از مکانهای تجاری شلوغ تهران به شمار میره. بازار تجریش هم که ما بین میدان تجریش تا میدان قدس قرار داره و از بازارهای مهم تهران شمرده میشه. در گذشته به میدان قدس کنونی میدان تجریش گفته میشد و به میدان تجریش هم سر پل تجریش گفته میشد. در حقیقت با نامگذاری جدید خیابون‌ها در بعد از انقلاب اسم این میادین هم دچار تغییر شد. همینطور که میبینید شبها تعداد زیادی از دستفروش ها رو در پیاده‌روهای کنار تجریش میبینیم که به فروختن اجناسشون مشغول هستن. این دستفروش ها پوشاک، مواد غذایی، بدلیجات، میوه و کلی لوازم دیگه میفروشن و قیمت هاشون هم از قیمت مغازه پایین تره. البته عده‌ای از افراد معتقدن که ظاهر خیابون تجریش به این شکل به هم ریخته شده و جلوه قشنگی نداره. البته اینم بگم که ما فقط شبها تجریش رو این شکلی میبینیم و روزها که مغازه باز هستن و پاساژها بازن و مشغول به کارن، دستفروشها اجازه کار کردن ندارن. راستی قبل از دیدن ادامه این ویدیو ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنی و منو سابسکرایب کنی و حمایتم کنی. Thank you.
اینجا هم بازارچه تجریشه که تو شب به این شکل در اومده. یه خسته نباشید میگم به پاکبانان عزیزمون که واقعا قشر زحمت کشی هستن. شب ها با این صحنه ها مواجه میشن و صبح خیابون ها رو تمیز به ما تحویل میدن. امیدوارم روز این قضیه برای همه فرهنگ سازی بشه که خیابون ها هم محل زندگی ما هستن و باید مثل خونمون در حفظ پاکیزگی و نظافتشون کوشا باشیم و آشغال هامونو تو خیابون نریزیم. اگه دوست دارین بازار تجریش رو تو روز ببینین که چقدر رنگ و رنگ و پرهیاهوه، من یه ویدیو از بازارچه تجریشم براتون آماده کردم که لینکش رو الان این بالا براتون میذارم. بزرگترین شهر بودی است.
خب دوستان، به پایان این ویدیو رسیدیم. بهتون پیشنهاد میکنم که ویدیوهای دیگه منو از مکانهای دیدنی تهران و جاهای دیگه ببینید. همچنین برام کامنت بذارین که دوست دارین بیشتر از کجا براتون ویدیو تهیه کنم. ممنون، امیدوارم حال دلتون همیشه خوب باشه.